گفتم که تجربه ای که من چون از 4 ماه 5 ماه پیش دارم برنامه‌ریزی میکنم براش، گفتم که حیفه که این تجربه رو ثبت نکنی و اون لیورپولی هایی هم که دوستم بدونن حال هوای شهر چطوری، حال هوای آنفیلد چطوریه، اونا رو هم چی میگن مستفیض کنی. مستفیزه به فیز برسیم. دیگه نصفه درسته. گفتی رفتی اینا هر هفته بازی لیورپول آرسنال از نزدیک دیدی توی آنفیلد، بیا شروع کن بگو اصلا چی شد رفتی و کم جوشو برامون بگو، چه فرقی با آلمان داشته طوری بود. آره خب بذار من اول یه تشکر بکنم از یکی از فنای خود رادیو آف ساید، یکی از که خیلی ما رو دنبال میکنه و من به صورت اتفاقی توی پلتفرم کلاب هاوس، اتفاقی که نمیشه که ولی با هم یه بار صحبت کردیم و خیلی جسته گرفته گفت میتونیم بریم آنفیلد هم ببینیم، چون من گفتم من 10 سالگی آرزو دارم برم آنفیلد، ولی خب میدونی خودت که همیشه یه عالم مشکل هست که آدم این کار رو انجام بده. یکی از مشکلات بزرگش ویزاست که خب ما باید ویزا بگیریم، ولی اون پایه شد و گفت که میره دنبال بلیت. ما چند تا بلیت رو بررسی کردیم، بلیت ها به شدت گرونه، بلیت های بازی های بازار سیاه قانونی جدید میشه اسمشو گذاشت. چون که آره دیگه همه چی الان روی وبسایت اتفاق میفته، یه سری وبسایت هستن که این بلیت‌های بازی‌ها رو می‌فروشن و بازی‌هایی که خب بازی‌های لیگ خیلی جالبه که از بازی چمپیونز لیگ گرون‌تره. من اتفاقاً داشتم امروز چک می‌کردم مثلا بازی پورتو تو می‌تونی از 90 پوند یه چیزی پیدا بکنی 80 پوند، ولی این قیمت بلیتی که ما رفتیم که حالا جای خیلی خوبی هم نبودیم، البته آنفیلد جای بد نداره واقعا. یه چیزی ولش حالا بهت میگم چه جای بدن، 210 پوند بود که بیلیتیه که معمولا برای فنا یه چیز هولوش 70 تا 100 پوند بیلیت های معمولی بازی و یه همچین اختلاف قیمت رو باید پرداختیم. من خب با ویزا اپلای میکردم، خود دولت فخیمه ملکه خیلی کارهای ارگانیزیشنشون ماشاءالله خیلی عالیه، خیلی خوبن، از اروپا اومدن بیرون. میدونم در قند تو دلت آب میشارم. بگو مندم لذت میبرم آره. و چایی ما میخورم. آره آره اینا قشنگ آی کند چی ایر کندی برد. پروسه خیلی مسخره ایه، چون که دادن به یک شرکتی اینا خصوصی کردن و اینا هم شما تکون بخوری پول میگه، یعنی مثلا شما اگه مداره که تو بخوای بدی باید پول بدی، خواه مداره که من باید بدم دیگه، نه ولی باید پول بدی. و حالا من داره که خودت میخوای اسکن کنی، بله خب یه پول جداگانه، میخوای ما اسکن کنی 100 پوند بده، اینطوریه. یعنی یه ویزای خیلی گرونی داره و انگار یه چیز تحفه مانندیه، ولی خب 6 ماه هست و ملتیپه. حالا به هر حال کرونا هم خب وضعو پیچیده تر کرده بود، هنوز من خیلی دلهوره داشتم که چون الان تعداد آمارم داره میره بالا، هم توی آلمان داره میره بالا، هم توی انگلیس داره میره بالا، البته فکر کنم نباید اسمش رو بگیم، اگه بخوایم بذاریم رو توی یوتیوب گیر میده، بهش بگیم این بیماری. آره این بیماری، آره این بیم، آره این بیماری یه مقدار داره کار سخت‌تر میکنه، ولی خب چون که ملت واکسن زدن برای این بیماری تعداد مرگ و میر کمه، بنابراین اوکی بود و من چون که چیز داشتم واکسن داشتم خیلی راحت رفتم اونجا. و یه چیز جالب که بگم، حالا این راجع به این بیماری صحبت کردیم، تو میدونی که توی آلمان الان تقریبا همه جا باید ماسک بزنی، ماسک معمولی هم نه، ماسک حتما از این این شکلی باید بزنی. دقیقا توی اتوبوس یا توی مرکز خرید همه جا، ولی توی انگلیس اصلا اینطور نیست، یعنی نه توی اتوبوس ماسک کسی میزنه، نه توی فروشگاه کسی ماسک میزنه و نه توی ورزشگاه. خیلی برای من عجیب بود. بگذاریم، بالاخره من تقریبا از اواخر آگوست سپتامبر برنامه‌ریزی کردیم و خب اواسط نوامبر تلبید و رفتیم. راجبه آها خب بلیت ارزونم که میدونی به لیورپول نداشت از برلین، من مجبور شدم برم متاسفانه منچستر و فرودگاه شهید بهشتی، ببخشید فرودگاه شهر منچستر خیلی شبیه یعنی فرودگاه اصفهان فکر کنم خیلی تمیزتره حد اول. در دوستانی که فرودگاه اصفهان رو ندیدن یه سوله است،
که روزی یه هواپیما میاد توش و بعد با کسایی که مثلا از اروپا میای توی فرودگاه اصفهان حس میکنن آدم ربایی شده، یعنی اینقدر هیچ که تو اون فرودگاه نیست که فکر میکنن هواپیما رو دزدیدن آوردن اونجا. آره ولی خب از لحاظ امکانات در همون حده، ولی تعداد پرواز زیاده و جالب اینه که بدونید برای برگشون صف چک سکیوریتی معمولا توی آلمان شما مثلا نیم ساعت خیلیه، نیم ساعت چک سکیوریتی میشه میری. تو ترکیه مثلا نیم ساعت، اونجا برای شاید 10 تا پرواز فقط یه دونه صف بود و حدود یک ساعت و نیم ما توی صف بودیم که دیگه داده همه در اومده بود. من اونجا مثلا با این اکسپت ها که اکسپت کسی که مثلا فرض کنید که انگلیسیه ولی داره توی سوئد یا چه میدونم آلمان یا جای دیگه کار میکنه، بنابراین باید برن و بیان، خیلی ناراحت بودن و همش داشتن تیکه می‌نداختن که حالا ما خیلی ارگانیزیشنمون خوبه، برگزیت هم کردیم بدتر شده. و این باعث می‌شد که یه صف طولانی ویزا چکو شما شاهد باشید، چه تو ورودی به انگلیس چه وقتی که از انگلیس میمدن آلمان، مجبور شدن یک کار مسخره فرمالیتا رو انجام باری. از خب از خود منچستر تا لیورپول چیز هولوشه یک ساعت راه با قطار و خب بهترین چیزم همینه، بهترین روش جابجا شدن. و توی قطار هم توی خود منچستر که میری خب مشخصا شهر پولداریه، مشخصا پر از برج و ساختمان‌های پر زرق و برق. ولی حالا بذارین توصیف منچستر رو موکول کنیم به سفر بعدی که اگر یه موقعی خدا عمرمون داد و مغزمون مشکل پیدا کرد میریم اونجا. بریم سراغ شهر آسمانی لیورپول. من خب به محض ورود به لیورپول باید میرفتم یه دور طواف میکردم دور آنفیلد، ولی چون پول رایج مملکت ملک اینا رو نداشتم باید میرفتم مرکز شهر، یورو ما تبدیل میکردم پوند و فکر میکردم که بلیط اتوبوس نمیتونم بخرم، ولی خب بعد فهمیدم که نه، مثل این که اتوبوس هاشون هم کارت قبول میکنن چون تو آلمان هیچ کارت قبول نمیکنن، ولی خب اون بقیه دنیا کارت رو قبول میکنن، کارت اعتباری منظورم. یه مسیر هلوش 3 کیلومتری رو از محل سکونتم تا مرکز شهر پیاده رفتم که خیلی کمک کرد که شهر رو فقط مرکز توریستیشو نبینم، کل شهر رو یه اسکنی بکنم. خب شهر به وضوح میشد دید که شهریه که قدیم خیلی خوب بوده و الان یه دوره‌ای رو داره، یعنی دوره‌اش رو طی کرده و همجور داره رشد اقتصادی میکنه. و من رفتم چک کردم اینا، فکت چک کردم و دیدم که رشد اقتصادی دهه گذشته مثلا شهر لیورپول از لندن بیشتر بوده، یه چیزی مثل منچستر بوده ولی خب از لندن بیشتر بوده. شهر میتونیم بگیم شهر دانشگاهی، دو تا دانشگاه خیلی بزرگ داره، من از توی کمپس دانشگاهشون رفتم و همین به شهری جونی میداد چون که پر از جوان بود، پر از دانشجو بود. ولی چیز اصلی means of transport چی میشه؟ باید چی بگم؟ وسیله حمل و نقل. آره روش اصلی حمل و نقل توی شهر تاکسی و اتوبوس و ماشین شخصی بود، خب همین باعث شده ترافیک و یه مقدار آلودگی و نباش. حالا خیلی اینو کوتاه بکنم، وقتی که داخل مرکز توریستی شهر میشی به وضوح علائم میراث بیتلا که خب اگه نمیدونید بدونید که یکی از بزرگای راکنرول بودن کاملا نمایانه. بعد من دوباره منم یه تحقیقی کردم و یه ریسرچی دیدم از یکی از دانشگاه لیورپول که اتفاقا همین چند سال پیش در اومده بود که برآورد کرده بود شهر لیورپول یه چیزی هولوژه 89 میلیون پوند در سال از میراث بیتل درآمد داره. خب اینو تو کاملا میتونستی ببینی چون توی نایت لایف هم، حتی نایت لایف شهر خیلی عجیب بود، شما گله به گله بار میدیدی و انگار مثلا میخوای استفاده نکنی، تکه به تکه جا به جا، تکه به تکه جا به جا. چرا مشکل داره گله به گله؟ اصفهانی. آها تکه به تکه جا به جا، تکه به تکه جا به جا شما بار میدیدی و انگار مسابقه گذاشته بودن که کی بلنگوی پرقدرت تری داره
ولی یکی از اکتیویتی های محبوب، یکی از کارهای محبوبی که مردم میکنن اینه که میرن توی این بارا خب مینوشن و کاراوکه میخونن با آهنگ های بیتل، که خیلی چیز باحالیه نظر من. به هر حال پول چنج کردم، یه اتوبوس گرفتم رفتم آنفیلد و توی مسیر ضربان قلبم همینجور داشت شدیدتر میشد، هیجان من بیشتر شد، آدرنالینم رفت بالا و واقعا من تا حالا توی هیچ مسافرتی اینقدر هیجان زده نبودم که توی این مسافرت. همینطور که توی اتوبوس بودم داشتم چشم انداختم و دور اون داربستای بالای ورزشگاه رو دیدم که پروژکتور روشن بود و تو میتونستی ببینی و خلاصه رسیدم به آنفیلد. خیلی جالبه، خیلی متفاوته این ورزشگاهی که توی انگلیس هست با ورزشگاهی که جای دیگه من حالا آلمان و ایتالیا و خب ایران دیدم. معمولا شما یک فضای پراکسی توری میدن به ورزشگاه و شهر، یعنی دور و اطرافش رو خالی میکنن. مثلا حالا توی ورزشگاه میدونم و آلیانس آرنا همینه، اینجا ورزشگاه المپیک برلین همینه، توی ناپل همین بود، توی مثلا ایران همینه، که شما یه شعاعی رو دیگه مثلا خونه و مسکونی و اینا نیست، ولی ورزشگاه انگلستان اینطوری که انگار شما داری توی کوچه میری، این طرف مسکونیه خیلی را خیلی معمولی و اون طرف هم ورزشگاه است یه هو بدون هیچ مقدمه. و خب یک فضایی هست، مثلا فرض کن یه مرکز خریدیه که اون ساختمون اصلیش خود ورزشگاه، دورش هم یه مقدار پارک داره، صندلی داره، چیزای مختلف داره. و خب سانتیاگو برنابئو هم همینطوری بود، ولی حالا دارن که مثلا قسمت های بیشتری رو برای این پروژه جدیدشون خریدن، دارن میسازن و مجتمع تجاری میکنن بیشتر حالا شبیه ورزشگاه آلمان قرار بشه. ولی من این حس خیلی دوست داشتم، این حس که تو از اتوبوس پیاده میشه یه هو اون جایگاه کپ جلوته، مجسمه یه بیل شنکلی جلوته و خب واقعا تو از 10 سالگی میبینی، عکساشو میبینی، میشنوی، بازیا رو میبینی، ولی اون موقع که اون جایی واقعا یک تجربه وصف‌ناپذیریه. دور ورزشگاه خب چیزای مختلفی که از تاریخ خود باشگاه گرفته شده رو گذاشتن، نمایش دادن، سکوهای مختلف که به یاد نام بازیکنهای بزرگ لیورپول هست و توی ضلع خب شمالی باشه بکنم ضلع جنوب باشه مین استند، نمیدونم شاید اشتباه دارم میکنم شمال جنوب باشه، ولی پشت مین استند یه یاد بوده همیشگی و دائمی فاجعه هیلزبرو هست که پایین این یاد بود قشنگ مشخصه که یه سری هستن روزانه میان گل میذارن، یه روزانه میان عکس میذارن، شم روشن میکنن چون گلای تازه و اینا بود. و خب میدونین که توی این فاجعه، ببین شهر اینقدر کامیونیتی قوی داره که این فاجعه که اتفاق میفته هر کسی از شهر یه نفری رو میشناخته که توی این فاجعه از بین رفته. حالا بحث کامیونیتی شد، توی خود شهر هم واقعا این کامیونیتی رو میتونی ببینی، یعنی من توی شهر که راه میرفتم بارها و بارها، یعنی من 48 ساعت اونجا بودم و بیش از 10 بار دیدم که یه گروهی از آدم حالا سنای مختلف، جوان یا میان سال یا پیر، داشتن میرفتن یه میستادن، یه گروه دیگه میمد خوشوبش میکردن، حالا احوال میکردن و میرفتن. این مشخص بود که خیلی شهر هم گرم میشه و کامیونیتی خیلی قوی توی شهر هست. شب بازی ما ساعت 5:30 بازی بود، دیگه ساعت 3 گفتیم که راه بیافتیم. یه خط اتوبوس بود که میرفت به سمت ورزشگاه و ما اونجا ایستادیم و روز بازی خیلی جالبه که ببینم شهر کاملا فوتبالی میشه، یعنی از صبح روز بازی میبینی که ملت جرزی هاشون، یعنی پیرن لیورپول هاشون رو میپوشن، شالاشون رو میبندن، با بچه هاشون میرن صبحونه میخورن و آماده میشن که برن ورزشگاه. توی ایستگاه اتوبوس هم خب همین بود، یعنی تعداد زیادی بودن که میخواستن، مقصدش نهایشون آنفیلد بود، میخواستن برن اونجا. یه اتوبوس اومد با مثلا 15 دقیقه تاخیر و اینقدر پر بود که نایستاد و به سمت همجور رفت.
بعد ما گفتیم چیکار کنیم چیکار نکنیم، مگه وضع این باشه که خب دیر میرسیم، چون پیادم خواستیم بریم 40-45 دقیقه طول میکشه. و خب سعی کردیم اوبر بگیریم یا همون اسنپ خارجی، ولی تمام این اسنپ خارجی ها سفر ما رو دیکلاین میکردن، نمیگرفتن و رد میکردن به خاطر که میدونستن خیلی ترافیک وحشتناک. خلاصه توی همین اسکا توت ما با یه نفر که طرف داره دو آتیشه یه لیورپول بود رفیق شدیم و یه اتوبوس اومد که بالاخره ما رو برد اونجا و یه جای دورتر از ورزشگاه آنفیلد پیاده کرد که یه مثل 10 دقیقه رو بعد میرفتیم، همون جاده معروف آنفیلد رود رو بعد میرفتیم تیم کردیم. و توی این مسیر صحبته که ما با این میکردیم، با این طرف داره دعاتش میکردیم، هی مشخص میکرد که عیار این طرف داره خیلی بالاست، یعنی کسیه که بازی های خارج از خونه رو میدونی که بازی های خارج از خونه رو به هر کسی نمیفروشن، یعنی تو قاستتون چی میشه؟ پیش نیاز این که شما بلیت بازی خارج از خونه بگیری اینه که تا 3 تا بازی خارج از خونه رفته باشی، یعنی کامل باید بدونی داری چی کار میکنی و این بازی خارج از خونه رو میرم. و توی این صحبت ما فهمید که ما مثلا از ما ایرانی هستیم و طرف داریم و اولین بار میایم و شرکت بهمون گفت که ببین وقتی میری توی ورزشگاه اصلا یک احساس خارق العاده، وقتی یول نمبر واکلون میخونن مو به تن آدم سیخ میشه، من خودم بارها رفتم هنوز مو به تنم سیخ میشه، هنوز گوز بامپ میشم. بعد دورنشو در آورد عکس که فیلم گرفت، ببین من که بارها اومدم بازم عکس میگیرم فیلم میگیرم. و میدونی یه همچین تجربه اینطوریه که تو ممکنه خیلی خیلی توی ذهنت بارها تجربه رو مرور کنی که این اتفاق احتمالا میفته، برای تعریف میکنن، وقتی مثلا میری و اون تجربه رو داری میگی که اوکی خوب بود بد نبود، ولی ای کاش مثلا نمیگفت کسی به من که این اتفاق میفته، ولی این اصلا اینطوری نیست. و اولین بار که چشم آدم میفته به سکوها و اون چمن ورزشگاه آنفیلد کاملا میدونی قراره چه اتفاقی بیفته، میدونی داری میری ورزشگاه، داری سکور چند میلی بارها دیدی، ولی این تجربه ایه که هیچ موقع نمیتونه برای تو تکراری بشه به نظر من، یعنی بار دهمش فکر میکنم مثل بار اولش باشه. خود ورزشگاه به شدت تمیز بود، من واقعا ندیدم ورزشگاه هایی که رفتم. خب معمولا ببینید ورزشگاه جاییه که تو یه میله نرده داری، یه تیکه رنگش پریده، یه تیکه مثلا یه سکویی هست اینجا، مثلا حالا یه تیکه سیمانش پریده، صندلیاش ممکنه مثلا رنگ رو رفته باشه، شکسته باشه، اینا ممکنه 4 تا بخورن صندلیا رو به سمت داور بکنن این احتمال وجود داره، ولی آن فیلم تو نبود، یعنی پوند این پولی که ما دادیم و حلال کردم با اولش که هیچ صفی وجود نداره برای رفتن توی ورزشگاه، بعد کمیسیون بد دادن که تبلیغ کنی اینا رو، نباید من چیز کنم فاش کنم، یه نان دیسکلوزر اگریمنت امضا کردم. ولی اینش جالبه آره که صف ورود نداره، تو هر زلی از ورزشگاه که بیلیتت باشه اونجا به تعداد کافی گیت هست، میری بیلیت الکترونیکی هست، از این بیلیت که توی موبایلت لود میشه و میذاری روی اون کارت خونو گیت باز میشه میری تو. بعد حالا وقتی که میری توی یه سالن خیلی بزرگ هست، توی این سالن بزرگ چند تا اتفاق میفته، یه اتفاقش اینه که خب نوشیدنی و خوراکی و اینا میفروشن، دستشویی و اینا هست. یه اتفاق دیگه اینه که هر 10 متر به 10 متر دوتا LCD گذاشتن که داره اسکای اسپورت رو نشون میده و خب رویدادهای همون روز رو داره تعریف میکنه دیگه. و اتفاقی که جالبی که افتاد بود که من توی اینجا که بودیم یه نشون داد که منچستر 4 تا خورده، بعد همه شروع کردن هورا کشیدن، کری خوندن، شعار خوندن، کف زدن، بعد
همینجور که میرفتی جلو هی این یکی بهم گفت شنیدی خبر رو اوله رو میخوان سک کنن، اوله رو میخوان بندازن رو، خیلی مثلا خیلی خوشحال و حالا مثلا منچستر اصلا کاری نداره توی جدول بگیره، ولی رقابت اینقدر شدیده. و بعد از اینکه این سالون رو طی میکنی یه دالونی هست که اونجا یه سری پله میخوره میره بالا و شما زمین رو میبینی و اونجاست که یه حس آسمانی بهت دست. من دیگه فکر کنم توصیفای به اندازه کافی کرده باشم از اینکه چه تجربه ای داره رفتن توی آنفیلد. میتونیم بپردازیم به بازی اگه دوست داشته. آره اگر که اجازه بدی به بازی هم برسیم. یکی از اتفاقاتی که خیلی جالب بود توی بازی افتاد این دعوای آرتتا و کلوب بود و حالا تأثیری که میشه گفت روی بازی گذاشتین حدود دقیقه 30 بود و خیلی ها معتقدن که حالا تا دقیقه 30 بازی نسبت هم برابر بود. با این دعوایی که رخ داد جو ورزشگاه و تمپوی بازی به نفع کلوب و لیورپول تغییر کرد. نظر تو چیه؟ ببین یه کوچول من نیم ساعت باید برگردم عقب. قبل از بازی تمرین دو تیم خیلی جالب. اولا که آرتتا نیومده بود توی تمرین. یعنی آرتتا رفته بود توی رختکنش هست و نمیدونم کجا بود. یاراش داشتن تمرین میکردن. و خیلی نکته خیلی جالب این بود که کلوب وسط میدون وایساده بود. پشت کرده بود به تمرین خود یاراش و فقط داشت تمرین آرسنال رو میدید که نمیدونم حالا داشت تحلیل میکرد آقا چه تحلیل بخواد بکنه یا اینکه فکر کنم مثلا میخواست یه کاری بکنه که اینا هول بشه. و حالا برسیم به خود بازی. من خیلی موافق نیستم که نیم ساعت اول بازی برابر یا پایا پای بود، چون که ببین اتفاقی که افتاده بود این بود که بعد از یه هفته دو هفته اینترنشنال بریک دو تیم اومده بودن و طبیعتاً یه مقدار طول میکشه تا تیم روی روال بیفته و اون اول بازی آره لیورپول روی ریتمش نبود ولی آرسنالیا خیلی کار خاصی هم نمیکردن. یعنی صرفاً میتونستن با یارگیری شدیدی که توی مرکز زمین میکنن و با های دیفنسیو لاین، یعنی حتی دفاعی که خیلی بالا چیده بودن میخواستن لیورپول خونسا بکنن. اون دعوایی که شد از یه لحاظ به لیورپول کمک کرد و اون این بود که تماشاچی ها هم یه عکس مندم توی توییتر اون زمانی که این اتفاق افتاد و دعوا شد یکی از اپل واچش عکس گذاشته بود و نوشته بود که آقا صدا خیلی بلنده و حتی مثلا چند ثانیه تو این صدا باشی میتونه گوش شما رو یه مقدار آسیب برسونه. اتفاقی که افتاد و بعد از این دعوا خیلی تماشاگرا شروع کردن با حرارت بیشتری تشویق کردن و من فکر می‌کنم این یک مقداری تاثیر خودش رو گذاشت، ولی قبول ندارم که بازی پایا پای بود قبل از این اتفاق. آرتتا خدایی یکم حق نداشت یا مانه زد واقعا تو میاسوری یا نه؟ تو میگی نه؟ من میگم نه. ببین آخه یه تئوری هم این قیافه یه معصومی میگیره این بند خدا ولی عملا بقیه رو میزنه کاریش هم نداره. مصابه بعد بازی کلوب تو ازش پرسیدن اینو و گفت که ببین داور یا چیز نیست، داوری یا یک نواخت نیست، ما یه بازی هست بینیم با اتلتیکو بازی میکنیم، اینا فقط پاشونو گرفتن بالا که بزنن ساق بازی کنن ما رو بیارن پایین، هیچیشون نمیگن، ما نمیجا فقط پریده بالا مثلا توپو بزنه خطا میگیره. و دلیل دعوایی که کرد میگه دلیل این که من رفتم اونجا و دعوا کردم این نبود که معتقد بودم خطا نیست، خب خطا بود اوکی، ولی آرتتا و تیم و سکوش جوری به داور یورش بردن که انگار باید اخراج میکردن مانه رو و خب منم نتونستم بشینم هیچی نگم و برای همین داور. حالا کلوب خودش اگه که جای آرتتا بود و بعد مصاحبه و زمین کج بود و نمیدونم چی بود این آبا با کلوب هیچ موقع نگه زمین کج بود، همیشه میپذیره که بله کلوب به من پول نده دفاع کنم.
یه چیز دیگه، ولی دیگه بعد از اون اتفاق خیلی ریتم بازی به نفع لیورپول بود. کلن از فصل 2008-2009 فکر میکنم آرسنال کمترین لمس توپو توی محوطه جریمه لیورپول توی یه بازی داشت که 5 تا بود. توی اون بازیشون با سیتی هم که گل کاشتن تو اون بازی هم 6 تا لمس توپ داشتن، از اونم کمتر بود و این نشون میده که حالا لیورپول چند مسلط بر بازی بوده. یکم بیا در مورد ترند صحبت کن که از فصل 2018-2019 بیشترین تعداد پاس گل با 38 توی پریمیر لیگ داشته، حتی بالاتر از دیبروینه و روبرتسون و سلا. چیزی بود که اگه چی میگن یه میم بود که برای ترند درست کرده بودن. آره فوق العاده است، پسر فوق العاده است. یه هیت مپی من ازش دیدم که 3 سال اخیر رو بررسی میکرد، سه فصل قبل رو بررسی میکرد و توی این هیت مپ رو میتونستی ببینی که دامنه فعالیت ترند توی گوش راست چقدر بزرگ میشه. یعنی میاد دفاع پوشش میده، میاد توی حمله هم حتی اون مثلثی که باید بسازه، اون کمکی که باید بکنه به وینگر، کمکی که باید بکنه به میدفیلدر، همه این کار رو انجام میده و یه نقش خیلی کلیدی داره توی تحریزی حمله های لیورپول و این نقش هی پررنگ تر شده. یه سوالی ازش کردن، گفتن که حالا تو مثلا رقابتی داری با روبرتسون، فکر کنی که کدومتون بیشتر پاس گل بدین و فروتنی نکرد و من فکر کنم بیشتر از روبرتسون پاس بدم، ولی دو تا پیستونه خیلی خوب داریم، من خیلی راضیم از سمت راست و چپ. تو البته نظرت چندان محترم نیست به خاطر بایاسی که من میدونم داری، ولی بین ترنت و کانسل و ریس جیمز، خب بین کانسل و ریس جیمز ترنت خب بسیار عالی، من میخوای سوال بازم بپرسی؟